گیتی باید اول رمان شما باشه، درسته؟ بله. تحصیلات؟ لیسانس نقاشی. نوشتن یه جور نقاشیه یا نقاشی یک جور نوشتنه؟ هر دوش. فامیل عظیمی به نظرم آشناست. خواهرم مترجمه، ساناز عظیمی. آها، یادم اومد، ساناز عظیمی مترجم زبان فرانسه، اگه اشتباه نکنم. اشتباه نمی کنید. ظاهراً بررس ما با کلیت رمان شما مشکل نداشته. هرچند اینجا نوشته خانم مارال عظیمی در بخش طرح افکار و عقاید شوهر گیتی غیر قابل باور است و با الگوهای رفتاری مناسب فاصله داره. آقای علوی، این جمله آخر معنیش ندادن مجوزه؟ نه، معنیش تساهله. یعنی مجوز دادید؟ دادیم. فقط چند مورد هست که باید حذف و اصلاح بشه. قلم کاغذ دارید؟ دارم. صفحه 12. سطر بیا تو. آقای یزدان پناه اومدن. ازشون معذرت میخوام. بگین امروز کارامون خیلی قاطی پاتی شده. یه 20 دقیقه نیم ساعتی باید منتظر بمونه. جلسه‌تون هم ساعت 11 است. دیگه چاره نیست. خانم فلاحت، معذرت فراموش شد. چشم. ببخشید. صفحه 12، سطر 6 و 7 و 8. همه اشارات سری به احساسات زنانه در شب زفاف به اشارات پوشیده و استعاری تبدیل شد. ولی این بخش مهمیه، حسش به داستان لطمه میزنه. مثل اینکه گوش ندادید، ما نگفتیم حسش کنید، اصلاحش کنید. یعنی؟ کلمات رو عوض کنید. ولی یه زن جنوب شهری با اشاره و استعاره در مورد احساسش حرف نمیزنه. یه زن جنوب شهری اینقدر وقیح نیست. شرم و حیا مهمترین ویژگی زن جنوب شهریه. وقاحتش رو کم کنید. پس واقعیت و واقعیت گرایی تکلیفش چی میشه؟ رمان شما به اندازه کافی واقع‌گرا هست. با کلمات رکیک خرابش نکنید. ولی یادداشت کنید. صفحه 12، سطر باید صبر کنید. خانم فراحت رفتن بایگانی برمیگردن. سلام جناب علوی. یازم هرم، بفرمایید. متشکر. داستانو میتونید ببرید. احتیاج به رسید نیست. خیلی ممنون. بفرمایید. خوش اومد. خواهش میکنم. بفرمایید.
گرفتی؟ با اصلاحیه. چه اصلاحیتی؟ ورق بزن صفحه اول. صفحه 12، سطر 6 و 7 و 8. اینا چی؟ صحبت گیتی با خواهرش قبل از رفتن به اتاق شوهرش. هست؟ نه، باید حرفای گیتی رو عوض کنم. یعنی چی کارش کنی؟ از سراحتش کم کنم. برای چه خندیدی؟ هیچی، همینطوری. صفحه 37 تا 40 باید کاملا حذف شود. اینا چیه؟ رویای گیتی. وای، چه جایی رو حذف کردن. این سه صفحه بهترین قسمت رمان توه. این سه صفحه بیشتر توصیفه. حذف بشه لطمه به داستان نمیزنه. خره، همین توصیفاته که رمان تو رو خوندنی میکنه. اگه اینا حذف بشه هیچی از رمانت باقی نمیمونه. هیچی؟ آره عزیزم، هیچی. اصلا من به خاطر همین توصیفات رمانتیک و عاشقانه است که دلم میخواد کتاب تو چاپ کنم. ایناست که خواننده داره. اگه اینا رو حذف کنی چیزی از رمانت باقی نمونه. میشه یک داستان ساده و یه نتیجه گیری اخلاقی. اگه دلیل تو برای چاپ این رمان همین توصیفاته، پس بهتره بقیه موارد اصلاحی رو نخونی. بقیه هم از همین موارده؟ همش. چیزی هم از رمانت باقی مونده؟ من چون دوست دارم رمانم چاپ بشه، فکر میکنم حذف این موارد لطمه‌ای به ساختار رمان نمیزنه. تو هنوز در عرصه نویسندگی خیلی کم تجربه‌ای. خیلی چیزا هست که هنوز باید یاد بگیری. چه چیزایی رو باید یاد بگیرم؟ ببین جان من. خانم گلشنی. کتابا رو کجا بذارم؟ چند تا پیدا کردی ابراهیم؟ تای انبارشون 30 تا بیشتر نبود. خب اونم باز خودش غنیمته. بذارش پشت اون قفسه. چشم. ممنون. یک کتاب روانشناسی که به زبون ساده روابط پنهان بین زن و مرد رو یک کم بیشتر بهش پرداخته، الان پرفروشترین کتاب منه. 1000 نسخه ازش فروختم. این میدونی یعنی چی؟ یعنی که نمیخوای رمان منو منتشر کنی، درسته؟ قرار ما باشه برای رمان بعدیت. بدون خدافظی میری؟ میخوای بعد از یک سال انتظار ازت خدافظی هم بکنم؟ خیلی پر روی. جنگیه، تاریخیه، اجتماعیه. اجتماعی این داستان گدا گودولاها دیگه، طبقات پایین. به درد من نمیخوره. سلام پسر گل، رسیدی دفتر؟ گرفتی؟ خب الان نظر در مورد چهارمیه چیه؟ هنوز تصمیم دقیق نشده؟ یه رمان خوب دارم برات میفرستم. اسمش که خوبه، گیتی. نه مثل تو تازه کاره. تا نیم ساعت دیگه گیتی با نویسندش خانم مارال عظیمی پیش توه. میدونم تو ساعتی 1:30 بیشتر دفتر نیستی، بعدش هم باید بری برای نهار. برنامه دستم. فعلا خدافظ. من آدرس رو بنویسم یا بگم تو ذهنتون میمونه؟ احتیاجی به نوشتن نیست. میدون بهارستان، خیابون صفی علی شاه، ساختمون شماره 30، طبقه 3، انتشارات باران. حامد یزدان‌پناه. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم. ببخشید آقای حامد. بله هستم، بفرمایید. اتاقشون کجاست؟ حالا بشینی نفس تازه کنی. الان نمیشه با ایشون حرف زد؟ چند دقیقه دیگه چرا؟ بفرمایید. بفرمین شربت. نمیخورم. شربت بیت مشکه. برای تقویت قلبتون، آرامش اعصابتون خوبه. ممنونم. خانم عظیمی بفرمایید. یه اتفاق که در یک روز سه بار تکرار بشه باید روش تعامل کرد، اینطور نیست؟ من به تقدیر معتقد نیستم آقا. ولی من معتقدم. معلومه. بفرمایید بشینید. ببخشید فکر میکنم اشتباهی اومدم. خداحافظ. خانم عظیمی اشتباه نیومدید، من حامد یزدانپناه مدیر انتشارات بارانم. رمان من به درد انتشارات شما نمیخوره. چرا این فکر رو میکنی؟ برای اینکه عقاید شما با عقاید من توی این رمان فرق میکنه. عقاید من رو پیشونیم نوشته شده؟ نه ولی میشه حد زد. بهتر بود به جای این حدس از من میپرسیدید که انتشارات ما تا حالا چه کتابایی رو منتشر کرده. اونم میشه حد زد. بله بله. محض اطلاع شما خانم باید بگم انتشارات باران تا حالا دو تا کتاب منتشر کرده و یک کتاب هم در مرحله انتشار داره. کتاب اولمون سلامان و ابصال از کتاب هفت اورنگ نظام الدین احمد جامی. حتما این اسمو شنیدین. بله. کتاب دوممونم مجموعه داستانهای کوتاه زرین دادوره. زرین دادور نویسنده معروف همسر. بله. و کتاب سوم که اتفاقا همین امروز مجوزش رو گرفتم انسان تک ساعتی نوشته هربرت مارکوزه است. این اسم چیه؟ براتون آشناست؟ حروف چینی اولی است، با غلط گیری شتاب زده. مهم نیست. خداحافظ. تلفن تماس؟ رو صفحه اول نوشتم. خانم عظیمی
من سعی میکنم تا 48 ساعت دیگه با شما تماس بگیرم. ممنون. نرگس بیا، تخت شاسی تو بذار و بیا. یه صندلی بردار همونجا که ایستادی بشین. خیلی خوب، بیا جلو دقت کنید ببینید من چیکار میکنم.
اندازه و فواصل بین اعضای صورت دقت کنی. ببینین شناخت این تناسبات برای نشون دادن چهره خیلی مهمه. تو میبینی از اون بالا؟ این شیشه ای من کجاست؟ که میشنوم. اگه برای تو آبرو مهم نیست برای من مهم. جدن؟ اگه اینقدر آبرود برات مهمه برو جلوی این کلفت پروتو بگیر. پس چی میخوادی با من لج میکنه ها؟ تمام شیشه های نازنین من برداشته خالی کرده تو توالت. میخواد لج منو در بیاره بهش نشون میدم. همین الان میندازمش بیرون بفهمه دنیا دست کی. برو اون بر. حافظ خانم از این خوره گم شو بیرون تا اخراج. جون ماما تو جون ماما ساکت باش تا شیشت آورد بیارم. دهنه تو بل کنم آروم میشی؟ آره برو تو اتاق تا شیشت آورد بیارم. آفاق مگه تو قاشق و چنگال و بشقاب و لیوان و فنجونشو جدا نکردی؟ مگه همه چیزش جدا نیست؟ برای خودم که نیست. یعنی چی برای خودم نیست؟ گفت که بهت نگم. کی گفته؟ لحظه بیا بیرون کارت دارم. مارال خانم این یکی رو خالیش نکردم گذاشتم یه سطل آشغال. بله
خانم مارو لازمی؟ خودمم. قرار بود بعد از 48 ساعت با شما تماس بگیرم. یه 10 دقیقه دیر شد، ببخشید. رمان گیتی رو خوندید؟ 3 بار. منصرف شدید؟ برعکس، ترغیب شده. برای چاپ؟ بله. فردا صبح ساعت 8 تو دفتر منتظرتون هستم. 8 صبح؟ الو؟ الو؟ مامانت میگه برو شیشه هاشو خالی کن، بشکن، گنب و گورشون کن، نزار بخوره. فروغ میگه. آفاق جان، تو که زبون مامانو خوب میفهمی، یه جور بهش بفهمون ساناز با این کارو خوردن مشروب و ترک نمیکنه. اون مشکل روحی داره، یه جور حالیش کن تو رو خدا. اون از آخر و عاقبتش میترسه. آخر عاقبت چی؟ فروغ فکر میکنه داره تقاص الواتیای باباتو پس میده، میترسه تو هم یه روزی تقاص این کارای خواهرتو پس بدی. امان از دست تو مامان. بازه، بفرمایی تو. خانم عظیمی؟ بله. تو اتاق منتظرتون هستم. سنا بفرمایید. میدونم ساعت 8 برای قرار گذاشتن با شما وقت مناسبی نیست، ولی وقت بازی نداشتم متاسفانه. خواهش میکنم، بالاخره هر کسی یه شرایطی داره. چه جالب. اتفاقا منم میخواستم راجع به شرایطم با شما حرف بزنم. خب، بفرمایید. چای یا قهوه؟ هیچ کدوم، ممنونم. من دوست دارم قبل از گفتن پیشنهادم برای بهتر شدن رمان، دلیلمو برای چاپ رمانتون بدونید. چه خوب. یه نکته ظریف و هوشمندانه توی رمان شما هست. چه نکته ای؟ تعادل میان زندگی سنتی و شیوه زیست غربی. این تعادلی که میگین کجای داستانه؟ اساس داستانه. فکر میکردم آگاهانه نباشه. غریزیه نه؟ ممکنه. حتما. به هر حال من تحت تاثیر رمان شما یه نکاتی رو یادداشت کردم که اگه دوست داشته باشید براتون بخونم. بله، بفرمایید. گیتی میخواد بدونه، میخواد آگاه بشه، میخواد از حقوقش دفاع بکنه. درس میخونه، دانشکده میره، باسواد میشه، کار پیدا میکنه، شعر میگه، مشهور میشه. اما با وجود این شهرت در زندگی زناشوییش به سنتها وفا داره. برای شوهر مسنش غذا درست میکنه، رختاشو میشوره، در برابر غرغرهای شوهرش با اینکه حالا میفهمه ساکته، همچنان احترام شوهرشو نگه میداره. وقتی هم که شوهرش مریض میشه برای مدتی کارشو ول میکنه تا از شوهرش مراقبت بکنه. ساعتها و روزها کنار بستر شوهرش میشینه تا اون تنها نباشه. و چه مرگ زیبا و قشنگی هم نوشت. بارکل. من هر 3 بار که این متن رو خوندم و به اینجا رسیدم گریه کردم. برای چی گریه کردید؟ وفاداری زن. این گیتی شما باید
یه نمونه واقعی داشته باشه. اینطور نیست؟ بله. مادرتون؟ نه، خالم. زنده است؟ نه، هفت ماه بعد از مرگ شوهرش فوت کرد، خیلی وقت پیش. خدا رحمتش کنه. اسمش؟ گیتی. خب حالا پیشنهاد شما برای بهتر شدن داستان چیه؟ بهتره بگیم روانتر شدن داستان. خب ویراستاری، شما به چه پشوانه این پیشنهاد به من میکنین؟ نویسنده این استاد ادبیات؟ هیچ کدوم. من یه ناشرم، یه ناشر معمولی که فکر میکنم با حذف و جابجایی بعضی از کلمات و جملات داستان شما روانتر میشه. همین. شما بهتره فکر نکنید، سرمایه گذاری کنید. من اگه فکر نکنم نیستم. خیلی خوب، پس بشینید فکر کنید تا زنده بمونید. خداحافظ. خانم عظیمی، من 20 صفحه از رمانتون رو روی همین حروف چینی ویراستاری کردم. اگه فرصت کردید با دقت بخونید. اگه فرصت کردم. مگه میخوای چقدر مامانو تو حیات نگه داری؟ تا وقتی این جونورایی که اومدن پیش ساناز پاشون از این خونه بیرون نذارن، مامانت به اتاقش بر نمیگرده. دست شما درد نکنه. همینجوری سرتو میندازی پایین صاف میای تو اتاقت، نمیکنی یه سر ناقابل به من و دوستان بزنی. دیدم داری با دوستات موسیقی گوش میکنی، نخواستم بساطتو با هم بریزم. خره، اینا برای دیدن تو اومدن اینجا. دیدن من؟ برای چی؟ میخوام قبل از اینکه گیتی مشهورتون بکنه ازتون امضا بگیرم. دیوونه. پری، هلن، چه شد؟ نمیدونم چرا سرم یهو گیج رفت. بشین اینجا. تو هم بشین کنارم. هوای اتاق خواهرت چقدر تمیزه. حرف نباشه، هوای اتاق منم شما ها کثیف کردین دیگه. چطوری مارال؟ خوبم، تو چطوری؟ مثل همیشه. پس این پری چرا نایمد؟ اونم مثل تو انقدر کشیده کله پا شده که اصلا نمیتونه راه بره. مارال،
داستان تو خودت داری ویراستاری میکنی؟ نه، ناشره به خودش اجازه داده رمانم ویراستاری کنه. همین ناشره که خودت پیدا کردی؟ آره. این ناشره ادبیاتش خیلی خوبه، جملات تو رو خیلی روونتر و قشنگتر کرده. واقعا؟ آره. جالبه. این ناشره فامیلیش چیه؟ یزدانپناه. حامد یزدانپناه. آره، میشناسیش؟ تو محافل ادبی چهره سرشناسیه، استاد ادبیات دانشکده علامه و تربیت مدرسه، مذهبی با سوادی. تو این حامد یزدانپناهی که میگی رو دیدی؟ آره، یه بار تو دفتر دکتر سمیعی. اونجا چی کار میکرد؟ ویراستار کتابشه. همین کتاب آخریش، تنگنای مدرنیسم و ادبیات کلاسیک؟ آره. ببین، این حامد یزدانپناهی که من میگم لاغره، قد بلندی داره، 34-35 سالشه. آره خودشه. تنش گرم شده، خوابش برده. نبضش هم گرفتم، 70 میزنه. خوبه؟ خوبه. مارال جان، یه زنگ به هوشنگ بزن بیاد پیشش. تا نبینتش حالش خوب نمیشه ها. چی داری میگی آفاق؟ خدا دلش هنوز پیش هوشنگه. عشق و عاشقیشون یادت رفته؟ عشق و عاشقی قصه کهنه 10 پیشه. قصه جدید اینا قصه طلاق. اون دوتا رفتن محضر، رسما از هم دیگه جدا شدن. خیلی از زن و شوهر رو از هم طلاق گرفتن، دوباره ازدواج کردن. هوشنگ و ساناز از هم متنفرن. تنفر میدونی یعنی چی؟ اگه ساناز دست از این کاراش بردار و بشینه تو خونه شوهرداری کنه، همون هوشنگ دوباره عاشقش میشه. تو شد یه بار تو زندگیت از مردا دفاع نکنی؟ ببینم، مگه هوشنگ چش بود؟ خونه داشت، ماشین داشت، ویلا داشت، دکتر بود، همه چی داشت. خیلی خوب، بسه، دیر وقته، مامانو ببر بخواب. چشم. چی میگه آفا؟ میگه این کتاب دعا رو بگیر، امشب برای ساناز دعا بخون. خیلی خوب، باشه، میخونم. ببرش.
نمیدونستم امروز ساعت 7:45 میای دفتر من. من خودم هم نمیدونستم. دیشب یک دفعه تصمیم گرفتم. تو باید دیشب تماس میگرفتی. شماره تلفن همراه و منزلتون رو نداشتم. معذرت میخوام. شما چرا معذرت میخواید؟ من باید معذرت بخوام. بابت چی؟ قضاوت عجولانه. بگیرید. خوشحال میشم ویراستاریش بنم. خداحافظ. خانم عظیمی، قرارداد هر چیزی که بنویسید امضا میکنم.